سفارت افغانستان در پاکستان که توسط طالبان اداره می شود از اظهارات مقام های پاکستانی درباره حضور مهاجران افغان در تظاهرات هواداران عمران خان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اظهارات می تواند منجر به آزار و اذیت افغان ها در آن کشور شود. اخیرا محسن نقوی وزیر داخل پاکستان گفت که از تاریخ 31 دسامبر سال جاری و بعد شهروندان افغانستان نمی توانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. حال برای کسب معلومات تازه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بعد از این تصمیم پاکستان و چگونگی سیاست پاکستان در قبال افغان‌ها در آن کشور با موسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در پشاور صحبت می‌کنیم. سلام موسکا، جزئیات تازه از وضعیت مهاجران افغان و واکنش طالبان به این تصمیم حکومت پاکستان چی است؟ پس از شما خوب، این اعلامیه طالبان یا واکنش طالبان 3 روز پس از تصمیم مقامات پاکستانی در قبال مهاجرین افغان بوده که داشتن جوازنامه یا اجازت نامه ویژه NOC را گفتن پس از تاریخ 31 دسامبر منتر که شما گفته. در این اعلامیه که البته روز گذشته نوقتر نشر شده، در این اعلامیه گفته شده چون این اظهارات توسط مقامات پاکستانی باعث آزار اذیت افغانها در پاکستان توسط پلیس میشود. در واقع افغان‌هایی که در پاکستان زندگی کرده زندگی مسالمت‌آمیز داشته و در فعالیت‌های سیاسی و جنایی هیچ وقت هم دست نداشته و گفته که پیشاپیش افغان‌ها در پاکستان با مشکلات دیگر توسط پاکستان که محدودیت‌های وضع شده روبرو هستند و پاکستان نباید فضای بی‌اعتباری را برای افغان‌ها ایجاد کند که باعث آزار و اذیت افغان‌ها و همچنان بدنامی افغان‌ها و به گونه جبری باعث بی‌جا شدن افغان‌ها می‌گردد و گفته این به سود هیچ کس نمی‌باشد و نیز میان افغانستان و پاکستان هم یک فضای بی‌اعتباری ایجاد می شود. البته وضعیت را اگر ببینیم، این تصمیم پاکستان که قرار است از آغاز سال 2025 افغان ها مجبور به داشتن NOC باشد، یک تصمیم خیلی جدی می باشه که افغان هایی که در پشاور هستند، حتی آنها هم نگران هستند و می گویند که داشتن اسناد NOC مشکل می باشه. حتی در پشاور هم تعداد افغان هایی که زندگی می کنند این سند را به خاطر داشتن خانه یعنی خانه را به کار گرفتن و همچنان برای بازدید از بعض جاها لازم قرار داده می شود که اکنون برای زندگی داشتن این اسناد مشکل می باشه و یک تصمیم خیلی سخت هم است. تشکر از موسکا صافی با جزئیات بیشتر از واکنش ها در مورد تصمیم پاکستان در قبال حضور افغان ها در پاکستان.